با عرض سلام و وقت شما ایزان خیر آرزوی صحت و سلامتی تان را از خداوند متعال داریم و خداوند را سپاسگزار هستیم که در روز سه شنبه هم بر ما فرصت داده تا در کنار شما باشیم و یک برنامه خوب را تقدیمتان بکنیم امتداد روز آغاز شده آرزو دارم که تا راست ساعت سه ما را همراهی کنید امروز هم خوشبختانه با موضوعات مختلفی که در برنامه گنجانیده شده در خدمت شما ایزان قرار داریم و موضوعات خیلی مهمی که میتونه در اجتماع جامعه خانواده و بالاخره برای هر فرد مهم باشه کوشش میکنیم در برنامه خود داشته باشیم و روی از که ما در برنامه انتخاب میکنیم شما ایزان هم مستفی وقتی وقت جناب استاد در برنامه تشریف میارند و این موضوع را بایش با بحث می داشته باشیم بدون شک که میتونه برای همه ایزان که بیننده برنامه ما هستند مفید واقع شود خیلی خوشحال هستیم که در بخش اول برنامه جناب استاد سید عبدالله در برنامه تشریف آوردن استاد و دانشگاه هستند بر روی موضوع خیلی مهم بایشان با صحبت های داشته باشیم وابستگی وابستگی که خیلی یک موضوع عاطفی از خیلی دوستا تا به حال درک نکردن و میشه معناها و تعریف های مختلف داشته باشد که امروز با جناب استاد نیم ساعت می داشته باشیم و بر ما کلا به معرفی می که وابستگی یعنی چی سلام بر شما استاد وقتتون بخیر سلام بر شما و به تمام بیننده های عزیز ما که در هوای سرد نشستن پای تلویزیون های خود و ما و شما رو تماشا میکنه و سلام های پر از محبت و گرم که در این فصل زمستان ما زیاد ضرورت بهش داریم سلام تقدیم میکنم و خدا کنه که از گزند روزگار از خطرهای زندگی و از هایی که بلخصوص در وطن ما است در باشه ان سلامت باشین جناب استاد که امروز در برنامه تشریف آوردین و امروز موضوعی که ما در اول برنامه یادآور شدم میتونیم که شما برای ما خوبتر بیان بکنین و خوبتر برای همه دوستانی که بیننده برنامه هستن برایشون به معرفی بگیرین که وابستگی یعنی چی میشه شما در اول یک تعریف داشته باشین تا همه دوستا آگاهی پیدا کنن که وابستگی یعنی چی خب وابستگی اما محبت درونی ما هست اما کراکتر درونی ذهنی ما هست. که ما در ذهن خود برای اشخاص مقابل ما که در زندگی در اجتماع و یا در ساحه کاری با ما هستند ما چی تصور و چی تخیلات در ذهن خود برای از او داریم امه. اگر ما ایره وابسته بسازیم که وابستگی شخص مربوط احساساتش میشه امه. ما احساسات خود اگر تشخیص کردیم که کیش کدام شخص به چی گونه احساسات ضرورت داره که ما در مقابل از او بر خود تعیین بکنیم اگر تشخیص کردیم وابستگی ما خوبتر و بهتر میشه اما وابستگی های امروزی که فقط تفاوتش بسیار کمه با محبت کردن است یعنی تشخیص محبت با افراد جامعه و افراد خانواده و یا هم شریک زندگی و امثال از این تفاوتش از بین رفته ما باید وابستگی را با محبت کردن تفکیک بکنیم در حال که اردویشان چون چی دلیل است که یا با هم خوردن دلیلش است که مربوط احساسات انسان میشه مهم. اگر ما با یک فرد اگر نزدیکی احساس میکنیم و یا هم او را محبت میتیم و یا هم برای از احساسات خاص در درونی خود در وجود خود برای از میپروریم این را باید تشخیص بکنیم از لحاظ علم روانشناسی احساسات شخص در مقابل اشخاص مقابل که در مقابل از او قرار میگیرن به سه است یک احساسات عاطفی هست که ما محبت برش میگیم یک احساسات اجتماعی هست که ما در اجتماع چی برخورد داشته باشیم که او را باز میگیم شخصیت انسان که شخصیت انسان معمولا در خانه هیچ وقت تشخیص نشده شخصیت هر جوان هر فرد دیگه ما در بیرو تشخیص میشه که کدام اعمال را همه روزه تکرار میکنه میشه آدم برای 5 دقیقه یا ده در خانه و یا در یک محیط مشخص خود تغییر بده اما عادت عادی که است که اما احساسات عادی اجتماعی از او که است او روزها تکرار میشه چون عادتش گشته و دیگه هم احساسات عبادتی است که ما او را برمیتیم به امو دیانت و دینداری خود که با خدای خود ما چه احساسات داریم امه. بعضی هستن نماز میخوانن پنج وقت اما هیچ وقت در نماز اگر یک گپ وقتی که اون نماز میخونه ما در یک مجلس سموشته باشیم تمرکز ندارن وقتی ما یک موضوع را بس میکنیم او فهمیده امه. پس احساسات عبادتی از هیچ وجود نداشته هیچ وقت با خدای خود مستقیم در تماس نشده فقط ظاهرا بوده امه. یعنی این سه احساسات ما داریم باز وقتی که ما به یک شخص وابستگی پیدا میکنیم این مربوط احساسات عاطفی انسان میشه ای خود عاطف بودن آتفی و یا احساسات عاطفی وابستگی به علمیت انسان داره علمیتی که در مقابل شخص مقابل خود که ما داریم او شخصی که ما میخوایم با او عاطفه داشته باشیم اگر درباره از اون معلومات داشتیم و خود عواطف خود تعیین کردیم حدش دو صورت است ما فایده کردیم و یک شخص اجتماعی باز ما خطاب میکنن که شخص بسیار خوبی است با هرکس دوست میشه و بسیار روی نیک داره شخص بسیار فهمیده است که طور صد صفت ما میشه و ما در مو هدف خود موفق هستیم اگر ما عواطف خود کنترل نکردیم اگر از حد پایین بود که ما را میگن پیشونی تاش و اگر عواطف ما از حد زیاد شد بازور امروز متاسفانه در جامعه ما میگه ساده بی ساده از هر استفاده که کردیم استفاده کنیم تکه. در حالی که او عواطف خدا تعیین نکرده حدشه <تصفح> از حد زیاد شده پس در صورتی که ما عواطف خدا تعیین نکنیم ضرر کردیم مییم سر اصل موضوع که بحث ما سر وابستگی فردی و یا اجتماعی هست فردی که وقتی که وابسته میشه به یک شخص دگه د دا اینجا باید دلیلای به خود داشته باشه اگر هدف ازدواج باشه یعنی وابسته شدن یک پسر با یک بالا یک دختر با از یک دختر بالا یک پسر باشه در این جهداف بزرگی که در آینده خود در ذهن خود می پروره, که ما در آینده باید اینی گونه زندگی داشته باشم اگر او شخص اونمو دلایل از او را میتونه پوره کرده در صورت پیشنهاد بکنن به مشرعی اسلامی موفقانه پیش برن نه نامفق مگر متاسفانه بعض دلایل ما پیش میبریم که نامفق میشه حتی منجر به خراب شدن روابط دو فامیل میشه اصلا نتیجه هم نمیگیره و ای به شکل باشه بهتر یکی از مثلا اواتف فردی از در مقابل همکارای خود ما می داشته باشیم که روابط صاحب کاری ما بهتر شه ای هم اگر در حد مصاحبه کاری باشه در رد و بدل کردن مفکوره های کاری باشه در اینجا ما موفق هستیم دیگه وابستگی فردی خانوادگی هست ما مادر خود دوست می داشته باشیم پدر دوست می داشته باشیم اولاد دوست می داشته باشیم خواهر برادر اعضای دیگه فامیل دوست می داشته باشیم در اینجا هم حد صد درصد است که حد این بکنن از حد نه کم و نه هم بیش در محد معین خود در مقابل از پیش برن اما شخص مطالعه کرده عواطف و وابستگی خوده در محدش پیش بره آه. جناب استاد یک موضوع میشه شما آشکار بگوین خیلی دوستان هم شاید این مرا تایید بکنن امه. بعض وقتا وابستگی مثلا دست خود انسان ها و یا خود فرد نمی باشه باز چطور میتونن اون را کنترل بکنن خب او را اگه اصطلاح هم بگویم دوستان قر نش عاشق میشن دیگه وقتی که دوستای ما عاشق میشن این هم خودش مربوط به وابستگی هست امه. که بالا یک کس دل میبازه بیاین ما یک کار بکنیم که مغز و دل آنقدر نزدیک بسازیم که تفاوت نکنن وقتی که فاصله بین ازیا ایجاد زیاد باشه فاصله وقتی که ایجاد شد مشکل ایجاد میشه برای ازیا قلب یک چیز میخه مغز چیز دیگه فکر میکنه اما وقتی که با هم نزدیک بسازیم اینا را، فاصله قلب و مغز خود به حد کم بسازیم به اون صورت ما میتونیم یک فرد موفق وابسته باشیم نه یک فرد ناموفق میم سر موضوع خود شما که اشاره کردین او در صورت کنترل میشه که ما درباره او شخص اول معلومات خودت تکمیل بکنیم. او شخص را که ما ضرورت داریم و او شخص را که ما ظاهرا بینیم آیا اصلا باطلش هم همی چیز هست یا نیست اگر هست پس دست به کار شویم تا که وابستگی ما با یک رابطه تبدیل شه رابطه مثبت اسلامی و اجتماعی اما اگر وابستگی ما در اینجا نامفق زمان شده میتونه که ما درباره از اون معلومات به دست نمیریم بعضی اوقات ما بعض موضوعات بحث میکنیم و در روانشناسی همین بحثا زیادتر یاد میشه که بعضی کارها را مغز قبول نمیکنه اما قلبا او کار قبول داره ما اون را زمان دور کرده میتونیم گفتم که حافظه خود قوی بسازیم معلومات و علمیت خود در هر کار ما وقتی که معلومات و علمیت خود زیاد بسازیم میتونیم قلب خود قناعت بدیم یعنی انسان احساساتی نباشیم برمگردیم به موضوع پیشتر که ذکر کردیم که احساسات عاطفی در اینجا وقت که احساسات عاطفی ما از حد زیاد شد مغز هر قدر وقتی که قلب میخوای قناعت بده که اینی او شخصی که تو میخوای به او با او ظرفیت نیست اما قلب قبول نمیکنه قلب دیوانگی های خود انجام میده اون اموز که رنگ زرد و وضعیت خراب و از از, از زندگی نرمال پسمان شده اما اگر اگر اینجا وقتی که علمیت ما زیاد شد و احساسات عاطفی خود کنترل کرده تونستیم با زو صورت ما میتونیم اما هر وابستگی که داریم در حدش تعیین بکنیم و خود از کارایی که به خرابی پیش میره او را باز درست تر بسازیم چرا استاد همیشه وقت وابستگی فرق داشته به هر فردی که بوده حتی خانواده حتی نزدیکترین کسایی که بوده چرا همیشه به ضرر یک فرد تمام میشه خب ده اینجاست که سوء استفاده مد نظر گرفته شده ما وقتی که یک شخص را میخوایم وابسته از او میشیم ما از همه چیز خود برش میگذاریم زندگی ما هم ازی ای، حتی ایمان از ما ازی ای، وجودن در خدمتش خودم میگذاریم هم از همه چیزهای شخصی که داریم از او میگذاریم و دسترسی از او قرار میدیم چون ما درباره او شخص معلومات درست نداریم یا درست تشخیص نکردیم او را که چی گونه شخص است پشت پرده میبینیم که او شخص ازمی احساسات و وابستگی ما سو استفاده شروع میکنیم مثلا یک جوانی است که با یک جوان دیگه که جنس مخالف است بالای از او دل وابسته میکنه یعنی وابسته از او شخص میشه میخواد با او ازدواج کنه ای هم احساسات خود کنترل نمیکنه همه چیز واگذار میکنه به او روز میرسه که او شخص مفکوری از زیره نداره او یک به خود یک مفکوری متفاوت داره وقتی که او میبینه که مفکورای از یا با هم سر نمیخوره و یا هم این شخص غلط درک میکنه و یا هم عواطف از او عاطفی نبوده فقط استفاده جویی بوده در این صورت است که از استفاده شروع میکنه اگر ما محبت میکنیم با یک شخص باید تا حدش باشه یعنی موقع به کس نتیم که از ما سو استفاده بکنه او در زمان میشه که ما همه مسائل خود بر از او گذار نکنیم و آنقدر عاطفی نشیم به او که ما همه چیز ما در اختیار از او باشه و او بسیار راحت بتان استفاده شروع کنه یعنی حد گذاشتن در هر چیز تقسیم اوقات در هر مطلب حد تعیین کردن اگر دلایل مختلف زندگی دیگه موضوعات زندگی هم باشه وقت ما برای زود تقسیم اوقات و حد داشتیم یعنی روز ابتدا با پیش از وابسته شدن قلب خدا مغز خود یعنی از طریق وجدان خود راحت بسازیم و برش بگویم که ما اگر وابسته میشوم تاینی اینی هده. ما اگر میخوایم محبت بکنم تاینی اینی هده اگر ما میخوایم یک شخص دوست داشته باشم تاینی اینی هده اگر اونو هده مدن نظر گرفتیم هیچ وقت سو استفاده به وجود نمی آها جناب استاد میشه برای ما یک موضوع را مثلا شما جدا بسازه دو با موضوع مثلا عادت کردن چقدر تفاوت داره خب عادت عمل کرده است که ما حداقل روز سه ساعت با او مشغول استیم یا عملا یا ذهنا و وابستگی چیزی است که قلب نور ما دوست داریم و میخوایم تفاوت عمده ایش دینمی است ما یه با یک شخص عادت میکنیم مثلا اولاد است هر روز میبینیمش که دور شدنش یک لازم او را دوست داریم اما بیشتر از دوست داشتن امر از او عادت کردیم <تصفح> یک موضوع است که از ما یک کس بسیار دور است اما او را ما شخصا به قلب خود نزدیک ساختیم یعنی با او وابسته شدیم روزمره شاید دور نبینیم شاید در اطراف ببینین شوارهای خانمی هستن که شوارهایشون معمولا مسافر است که دور از کشور قرار دارن اما دوستش دارن وابستهشان است همیشه اولش میگیره اما روزانه سالها یک دیگه خود نمیبینن اما عاطف محبت آمیزشان هست اما عادت چیزی است که حداقل روز دو ساعت یا سه ساعت ما به او سر و کار داریم یعنی کسایی که دورم باشه بالاخره به با او فکر کردن هم عادت نمیشه خب فکر کردن اگر ما برای خود تقسیم اوقات کنیم که ما شب پیش از که می خوابم باید اون کسی را که در قلب جای داره اگر اولاد است اگر شوهر است اگر شخص دیگه زندگی است من باید او را همیشه یاد خود یاد خود بیارم این عادت شد ای گفتم وابستگی نشد یا عادت شد چون روز مرا دو ساعت سه ساعت با او ارتباط پیدا کردی اگر جسمی ارتباط نبود و یا فیزیکی نبود ارتباط ذهنی داشتی با فکر به فکرت مشغول می سختی. او را چند ساعت روز یاد می در خیالات غرق می شد صدا می احمد احمد هیچ اینجا نیست او در فکر خود غرق است او عادت شد اما ای که ما یک کس را دوست داریم و برای از همیشه میکنیم خود برسانیم اما زیاد و یاد ما نمی باشه اما کوشش میکنیم به او خدا برسانیم و وابستگی ما بیشتر و بیشتر شود و وابستگی خدا هیچ وقت از قلب دور نمیکنیم بازی با او تفاوتش دیدیم آها جوانای کالا شما در اول برنامه یاد شدین جناب استاد فکر کنید که وابستگی را با عادت کردن فرق مثلا فرق شد تا به حال نفهمیدن یا عادت کردن با وابستگی تا به حال فرق شد درک نکردن گفتم منبع و شروع اردویش ریشه یکی است اما احساسات عاطفی است اردویش اما دو شعبه داره یکی وابستگی شد و یکی امو ارتباطات محبت آمیز شد که عادت میگه در اینجا وقتی که یا تفاوت از اگر اگر درک کردن میفهمند اما امروز متاسفانه اینمی یک جا شده نتیجه نگرفتن اگر نتیجه میگرفتن یعنی تفاوت بودنشانه یا علمیت که در بارش میداشتن دوسترت باز مشکل برشان ایجاد نمیشد امروز جوانه رو ببینی وقتی که میخواین ازدواج بکنن حتی بعض وقتا شما هم شاید جناب استاد متوجه شده باشین که خیلی جوانای ما با اون موجود از زمین احساسات که داشتن حتی زندگی های خود را از منجر به خودکشی شده در خانواده ها که خیلی مثلا این مساله را خیلی از جوان ها شایدش بودن گفتم حتی نکردن احساسات عاطفی وقتی که از حد گذشت و ضرر میکنه یک نوع مرض است که مرض تشاویشین برش گفته میتونیم مرض روانی دیگه هم در مغز ایجاد میشه چون هر چیز از حد بگذره نتیجهش بدتر میشه بهتر نمیشه به همون خاطر است که یا اما حد این نکدن هر انسان باید پیش خو... ما دو شخص هستیم گفت منیم این کلام میکنم ما دو شخص هستیم یک شخص ظاهری هستیم که مردم ما شما را میبینه همین چیزی که هستیم کلا که در روی پردی تلویزون ما را میبینه یکی شخصی هستیم که در درون خود هستیم برای خود یک شخص باید باشیم که دو شامل چی هست مغز انسان است قلب انسان است و اما درک درونی انسان است که وجدان رو میگیم. این سی چیز همیشه اگر آن را باید با هم یک جا کنیم پیش خود باید تصامیم که بعضی اوقات میگیم در چرت رفته و در خیال رفته اونمو شخصی هستیم که در درون خود با مو شخص درونی خود میخیم صحبت بکنیم اگر ما با شخص درونی خود که هم وجود ما را اونمو زیر کنترل خود گرفته و ما را هر چیز ظاهرا میسازه با او همیشه ما باید روزانه حداقل نیم ساعت ارتباط باشیم وقتی که ما با شخص درون خود وقتی که خود شناس شدیم با خود ارتباط گرفتیم همه چیز برای خود باید حد گذاری بکنیم <applause> که ما امروز از صبح تا شام اینی عملا رو انجام دادم با این شخص که وابسته ایش هستم با این شخص که بد میایه با این شخصی که کار یک جا در یک ساحه کاری هستم ما باید کدام حد مد نظر بگیرم ما باید کدام کارهایی که امروز کردیم نتیجه شاید بهتر بود یا خرابتر بود حدگذاری اگر نکنیم یعنی ما با خود ما اول که تصمیم نگیریم هیچ وقت با شخص دو ما تصمیم گرفته نمیتونیم هم. اولا ما باید با خود مشوره کنیم برای خ... بر خود قاضی باشیم برای اعمال خود باید ما قاضی باشیم که ما قضاوت میکنم در مقابل اعمال خود مثلا اینی حدم است با اینی شخص از اینی حد اگر بگذارم من آدم خوبی نیستم پس باید خود کنترل بکنم دوباره او شخص هم. همه چیز کنترل میشه اما متاسفانه ما بعضی اوقات آنقدر وابستگی ما زیاد میشه و هیچ وقت با خود تصمیم نمیگیریم این میگم شاید به بعضی بنده های ما بسیار جالب باشه که ما دو شخص هستیم که ما باید درون خود همیشه باید یگان کنترل بکنیم ما هیچ وقت ای تصمیم نگرفتیم همیشه در خدمت دیگر هستیم دوباره خود هیچ وقت فکر نکردیم خود هیچ وقت کنترل نکردیم از اون خاطر است که حتی ما،, ما که وقت که میکروب در وجود ما جمع میشه، ما تشخیص نمیتونیم تا زمانی که مریض نشیم اما ما رو تشخیص کرده میتونیم زمانی که ما با خود تصمیم گیرنده داشته باشیم با خود ما شخص دو, دو فردی باشیم بتونیم ما کار انجام بدیم که هم صحت صحت خود هم اعمال بیرونی خود از یا ظاهری خود و هم ارتباطات اجتماعی اجتماعی خوده فردی باشه یا اجتماعی باشه او را وقتی که ما حدش تعیین کردیم ما باز ظاهرا شخص دومی که در جامعه هستیم بهتریم و موفق هستیم و هیچ وقت ضرر خود با خود ما نمیرسیم امروز ببینین اکثریت انسان از خود ضرر دیدن از گفتار خود از اعمال خود چون برای خود حد نگذاشتن اگر برای خود حد می‌گذاشتن، هیچ وقت خودشان به خود ضرر نمیرساند جناب استاد میشه بر ما بگوییم در کل وابستگی میتونه جنبه مثبت داشته باشه یا منفی وابستگی گفتم اگر تشخیصی باشه تشخیص داده شده حتی این شده و علمیت تمام بالای از اون در اون صورت ما فایده کردیم ما وقت که اولاد خود دوست می داشته باشیم این ما فایده کردیم اولاد ما از ما دور نمیشه ما که امسر زندگی خود دوست داشته باشیم دهی روابط فامیلی ما بهتر میشه مو خسته ای در بیرون داریم در خانه راحت با اون محبت که با شخص مقابل خود داریم خوبتر میسازیم ما اگر در ساحه کاری ما وابستگی با افراد که بالاتر از ما سگه داشته باشیم دی این صورت ضرر میکنیم چون ما همیشه باید از وای اجازه بگیریم اما د غیر از اون ما اگر سلسله مراتب اداره مد نظر بگیریم بهتر است اما اگر ارتباط اجتماعی خوبتر داشته باشیم یعنی وابستگی با همکار ما باشه اما تا حدش در صورت ما فایده کردیم ما آدم اجتماعی هستیم ما دوست می داشته باشه اما وابستگی ما تعبیر درست نداشته باشه از او ما نتانیم استفاده خوب کنیم یا علمیتش نداشتیم یا حدش تایی نکردیم و یا هم ما دو از حد زیاد پیش رفتیم در این صورت ما کردیم آها. و عمل بعد از دو صورت باز خدا باید ما جمع کنیم دقیقاً جناب استاد بعضی وقتا خود یک فرد نمیفهمه که مثلا وابسته بینی می شده چطور باید درک بکنه که وابستگی به یک فرد و یا بالاخره به با یک محیط بالاخره با یک رشته پیدا کرده خب ما زمان یک چیز را ارزش شمی فهمیم که از پیش دور شویم در خود وابستگی هم این شکل است روز مرا با یک کس سر و کار دارم 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 هیچ درک نمی کنیم وقتی که از او مقتا یا دائما دور میشیم احساس میکنیم که ما وابسته شدیم و هیچ دال که ما خبر نداشتیم چی است که ما ایر عادت میگیم باز ای وابستگی نیست ای عادت است مهم. نه این نامشه وابستگی گذاشته میتونیم نه محبت ای عادت است ای عادتی است که ما امروز شخص کردیم چون همیشه در بودیم ساعتها با هم ساعت ساعتها با هم کار کردیم ساعتها با هم خندیدیم ای امو عادت شد عادت میشه فراموش. اما زحمت میخواه اما اگر شخص خوب باش ما امروز عادت کرده باشیم او باز بهتر است ما عادت خود نگه داریم و از بودن با او شخص لذت بود میشه استاد بر ما بگوین که وابستگی بعض وقتا برمیگردد به ای هم که جانب مقابل یا خود کسی که مثلا به او وابسته شدی افسردگی ذهنی هم پیدا بکنه صد درصد ما اگر شخص تخیلی باشیم ما مریض هستیم باید پیش دکتر بریم در مقابل وابستگی اگر ما تخیلی شدیم در اون صورت ما مریض روانی هستیم ما باید تداوی خود کنیم اما اگر ما یعنی او را فکر میکردیم برای رای بینون رفتش بعض اوقات ضرورت است که ما یک پیاله را از سر میز میورداریم باید فکر بکنیم کیر ما از کدام طریق وردارم که نتیجهش بهتر شود این فکر کردن است فوکس ذهنی است و به این انسان ضرورت داره این کار خوب است اما اگر در خیالات ما غرق میشیم در یک موضوع و خواب خیال میبینیم مکمل یک فیلم سی ساتر در ذهن خود میسازیم برای یک کار و نتیجه کار را ما فقط میخواهیم غرق مو موضوع شویم رای بینون رفتش نمیخواهیم د این صورت ما مریض روانی هستیم باید هیچ وقت تخیلی نشیم که اگر این شخص با ما بود زندگی می تو بهتر میشه و بهتر میشه می خیالات غرق هستیم یک وقت از شور ما می تا نواسه هم گپ رسیده اما اگر ما ای, ای, فکر کردن برای از این رفته رفت از این مشکل کردیم در صورت باز ما موفق هستیم خوب است فکر،, فکر, کردن که او را فوکس ذهنی میگیم این فوق لاده در هر کار لازم است که برای هر حلش باشه چندین را در ذهن انسان میگرده ما فکر میکنیم کدام راهش بهتر است پس اینجا بر فکر کردن ضرورت داریم اما ای که ما تخیلی باشیم باز ما باز تکلیف روانی داریم آها جناب استاد خیلی از دوستا شاید امید چونین مرض را داشته باشن اما خیلی مهم نمیگیرن در زندگیشون میتونین شما برای ما بگین که چقدر تا چی حد میتونه مهم باشد و چقدر میتونه برای سرنوشت آینده یک فرد مثلا یا مثبت یا خدای نخواسته منفی تمام شود گفتم تخیلی بودن در مجموع بر انسان منفی است اولین ضربه که از وغزای کردن است چون رای حل شما نیفتیم فقط دمی فکر بودیم که چی رقم وقت ازایی کنیم و فقط در خیالات از بودیم ده اینجا باید تصمیم گیرنده باشه ما انسانایی که تکالیف روانی پیدا میکنن اکثریتش از این دلیل است که تخیلی زندگی میکنن همه چیز ساتری و فلم فکر میکنن داره که زندگی اصلی از خود تلخی ها شیرینی هام داره تلخیش خودش میه شیرینیش تا که زحمت نکشی به دست پس در اینجا ای اشخاص که اگر به این شکل تا حال پیش میرفتن یک کار بکنن برای خود اولا تقسیم اوقات بکنن خود مصروف بسازن برای از اول مصرفیت مهم است چون این وابستگی ای اکثرت وقت از بیکاری هم میشه که انسان بیکار باشه دوباره یک چیز زیاد فکر میکنه دوست صورت است وابسته میشه یعنی یک تخصیم اوقات کاری به زندگی خود داشته باشه دگه به با او شخصی که وابسته هستن اگر شخص است و اگر وسیله و یا هست خود زحمت کشده او رو دست میارن و اگر شخص باشه ببینن که آیا تمام زندگیش همین شخص است مثلا یک پسر است یک دختر دوست داره آمیانه اگر بگویم او وقتی که دوست داره دا اینجا فکر بکنه پدرم هم ازدواج کرده آیا پدرم بغیر از ما با مادر بودنم آیا دیگه زندگی نداره آیا دبیرو بیرو وظیفه نداره آیا علمیت خود پیش نبرده آیا بر ما کار نمیکنه آیا د اجتماع با کاکا و با ماما و یا ارتباط نداره یا فقط 24 ساعت با مادر جانم شیشته امور عملا سر خود فکر کنه دیگر روز مقام خودش قرار داره اگر یک شخص آنقدر مهم میشه که کل چیزای زندگی ما به یک شخص است ما نان خوردن داریم نه علم یاد گرفتن داریم نه زندگی اجتماعی داریم نه روابط با انسان ها داریم خود او صورت وقتی که وابسته به یک شخص هستی و همه چیز تو است خوب هست. خود خوب است خدا خوشبختت بسازه اما اگر نه این فکر با خود داره که نه این یک بخشی از خوشی های زندگی است ازدواج کردن یک 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 رکن دین است یک بخشی از زندگی است دیگه مسئولیت ها هم در زندگی است ما دیگه روابط هم در اجتماع باید داشته باشم ما باید دیگه بخش های زندگیم داشته باشم دوست باز خود قناعت باید بته وابسته و همه چیز خوده یک چیز ندانن زندگی بودهای مختلف دارن همیشه ما باید در زندگی از این بس کم بیرون میبریم ما وابسته است ما در زندگی باید همیشه سید خدمت به خود داشته باشیم کارهای ضروری کارهای متوسط و کارهای مهمی که طویل مدت است که او تحصیل کردن از و امثال ازی که وقت زیاد در بر میگیره کارهای کوتاهمدت مدت زیاد با شخصهای مقابل ما ارتباط داره من امروز خانه میرم باید سودا ببرم یک کار کتا مدتی است که ظرف یک ساعت دو ساعت بعد تکمیل میشه خانه که سودا بردی و کار خلاص از دیگه این در قوالیت قرار بده تقسیم روزمره کارهای متوسط که ما هفته یک بار باید پرسان یک دوست شیرین ما باید تو پرسان بکنم خانه خانه فلانی دوستم برم که یک مریض داشت این کارای وار است که در پلان هفته هفته خود ایره بگنجانه. و یک کارهای طویل مدت است ازدواج کردن شد تحصیل کردن شد شخص خوب زندگی یافتن شد و میشه که خارج رفتن شد و یا هم چکر زدن در طول سال یک بار شد ایره با سالها ایرا چی کنه در تقسیمات سالانه خود بگونجانه. در اون صورت است که وابستگی ازی فقط به یک چیز نمیشه چون تقسیمات پیدا کرد هم مسئولیت های خودش شناخت که ما به غیر از کار به غیر از شیرین گل صد کار دیگه هم دارم دیگه. پس فقط خود وابسته به مو چیز نسوزه اینجا وقت که خدا یافت هم مسئولیت هاش در ذهنش تازه شد باز اینجاست که وابستگی ازی اساس تا کم شده مگر حد خودم میشناسه شما سلامت زنده باشین خیلی خوشحال شدیم که امروز به این بحث مهم با ما یکجا در برنامه بودین و خیلی صحبت های عالی داشتین ان همه دوستانی که بیننده برنامه بودن بیشتر با این موضوع آگاه شده باشن و از صحبت های جناب استاد هم مستفید شده باشن تشکر استاد که شما در برنامه تشریف آوردین میتونین کوتا پیامتون در برنامه امروز خب. ما داشته باشین اولا خب به تمام دوستا سعادتمندی کامل آرزو دارم چون سمید. هوای کابل تا آخرین حد موزر و میکروبی شده که همه انسان ها دا تقریبا در چهار نفر سه نفر مریض هستن و پیامم یگانه پیام که ارتباط با این بحث ما داشته باشه زیادتر فوکسم ای از پیامم به جوان است بیاین خدا بشناسیم ما کی هستیم و کدام کارها فریده شدیم ما در مقابل خود زندگی خود چی مسئولیت هایی داریم امروز باور بکنین بعضی اوقات آدم اینقدر جگرخون میشه وقتی که جوان رو ببینه انرژی خودن با کارهای مصرف میکنه که ارزش یک،, یک،, افغانی هم نداره اما تمام انرژی خود در مصرف کردن بیاین انرژی خود واقعا به شکل انرژی مصرف بکنین نه به یک حیث یک چیز اضافی علمیت یا خود بالا برن آینده خود بسازن این گپای خردریزی که احساسات و عواطف و یا هست یا تمامش خودش رو نما میشه در زندگی وقتی که انسان وقتش برسه بخوای نخوای بعضی موضوعات است که ما ناخواسته در وقتش میرسیم با او رو میشیم اما مهم دلیل های مختلف و عمده زندگی است اول او را پیش بریم دیگه مسائل خودش حل میشه شما سلامت باشین تشکری خاص میکنم از جناب استاد که در بخش اول برنامه ما را همراهی کردن در این برنامه برنامه گاهنگ خیلی زیبا را تقدیم همه دوستای ما میکنیم و در ادامه برنامه زود برمیگردیم برنامه ما تا ساعت سه ادامه دارد با برنامه خودتان یک جا همراه باشین